درود بر بینندگان مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم از شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس امریکا. این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم. این برنامه از طریق اسلیم باکس میره دفتر آقای سوربی، پاستور سوربی در واشنگتن، از اونجا از طریق اینترنت به تمام دنیا پخش میشه. امروز که من این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز 15 جون 2016 است که برابر با 26 خرداد ماه 2575 هخامنشی است. این 2575 یعنی از آغاز تاجگذاری کوروش هخامنشی شروع میشه. بالاخره ما تاریخمون باید یه جایی خوبی شروع بشه، نه از فرار یه آقای از مکه به مدینه. آخه این که شروع تاریخ میشه، این برای خود اهالی مکه هم خوب نیست. تاریخ چه سال به دنیا اومدی؟ 1400 فلان. از چه تاریخ؟ از زمانی که محمد فرار کرد. بابا محمد فرار کرد که چیز خوبی نیست که برای تاریخ بذاریم. که برای من قبل از برنامه در خدمت آقای سوربی صحبت میکردم، گفتم واقعا من خیلی خوشحالم که در خدمت جناب پاستور سوربی و بینندگان مردم تیوی هستم و امیدوارم که سعی کنم، کوشش کنم که برنامه هم در واقع قابل این بینندگان عزیز و فریخته این مردم تیوی باشه. از هم به خدمتتون که ببینید، اگر ما مثلا یک مردمان یک روستای باشیم، همه معتاد باشیم، یعنی صبح که ما میشیم مثلا یا تریاک شروع کنیم کشیدن، شیره بکشیم یا یه موادی بزنیم، برای یه مقدار میزنیم دوباره نشه میشیم، دوباره نشگی تموم شد دوباره خوبار میشیم، دوباره میزنیم. خب اگه صبح تا شب به این کار مشغول باشیم، دنبال اعتیادون باشیم، خب طبیعی است که از باغا نمیتونیم نگهداری کنیم، از مزارمون نمیتونیم نگهداریم، گله هامون نمیتونیم درست کنیم و برحال هر کی بخواد هر سو استفاده از این زمین ها و باغ ها و ما و اینا میکنه، چون که ما معتادیم، قادر نیستیم برای از اون دفاع کنیم. این الان حالت ماست و کشور ایران. ما که معتادیم، ما که نمیتونیم از این کشور دفاع کنیم، ما که نمیتونیم اسباب سربلندی این کشور را فراهم کنیم. ببینید، ما اسباب سربلندی این کشور را فراهم کردیم، منهای اشتباهاتی که آقای محمد شاه داشت. ایران خیلی شوخی نبود که ایران به تمام خاورمیانه مواد غذایی و نمیدونم تلویزیون و کولر و ماشین و یخچال اینا صادر میکرد، حتی به اروپا کفش ملی صادر میشد، حتی کفش‌های ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی رو ایران میداد. اینا که شوخی نبود، ولی ما ملت معتاد بودیم. پادشاه هم از ما جدا نبود، اونم مثل ما بود، اونم توجهش بود که اون دنیا بره به بهشت، اونم توجهش این بود که مبادا با خمینی رفتار بد بکنه و اون مثلا خود آقای محمد رضا شاه تو کتاب خاطرات خودش نوشته، من خودم خوندم، نوشته که من برای پدرم، یعنی آقای محمد رضا شاه که بچه بوده، برای پدرش که رضا شاه بوده تعریف میکره که من یه دفعه مریض بودم، یک کتی اومد سر خوابم اومد، گفت به بعد شفا تا پیدا کردی، شفا پیدا کردم، مثلا حالا من یادم نیست، مثلا حضرت عباس بود، مثلا یه دفعه در تو راه امامزاده داود از اسب افتادم روی یک سخره، مثلا کله واجی که به کار برده بود، سخره، روی سخره افتادم، همه فکر کردم حالا کله میخوره اینجوری میمیرم، وسط راه یه نفر منو گرفت آهسته گذاشتم. خود آقای محمد داشا میگه به پدرم گفتم که به پر پدرم درد کردم، پدرم گفت پسر جون نکنه خیالاتی شدی. گفتم نه، این واقعیت رو دارم میگم، خیالاتی نشدم. خب ببینید، خب ما هممون اسیر باورهای خرافی بودیم دیگه، هممون یه جوری اسیر بودیم. حالا من دوباره این بحث رو بیشتر برم. و وقتی که ما ملتی باورهای خرافی داریم، نمیتونیم کشورمون نجات بدیم، نمیتونیم، اگرم داریم میریم به مرز ترقی میرسیم، داریم میریم که از مرحله عقب موندگی بریم به مرحله جلو، زود میزن تو سرمون، چون باورهامون غلطه. فکر میکنید اون شبی که گفتن عکس آقای خمینی تو ماهه، فکر میکنید چند نفر رفتن رو پشت اون عکس آقای خمینی رو توی ماه تماشا کردن؟
من بارها گفتم اینو تکرار میکنم، دوستی دارم اسم مستعار صداش میکنم که نمیخوشن نخواد بشناسن، من میگم آقای راستگویان. آقای راستگویان یه روز توی یه شلوغی، من خانم راه رفتنش مشکل شلوغی بود، دست من اینطوری گرفته و من تقریبا میکشیدمش، دیدم یکی هم دست این بره دست این بره من گرفته، یه لحظه سوال کردم توی جمعیت من دارم دو نفر میکشم به جلو، بلکه یه در از اون شلوغی رد شدم نگاه کردم دیدم آقای راستگویانه به شوخی دست من گرفته که مطلب تا رسیدیم جای خلوت گفت نینی من با ثبات هستم، ثبات دارم ولی شعور ندارم، این جملهش گفت من ثبات دارم ولی شعور ندارم، باور کنیم من این حقیقت میگم، فقط فامیلی رو نابر عوض کردم. گفتم چی میگی دکتر جون این حرفا چیه؟ گفت من تو ایران استاد دانشگاه بودم، اینجا استاد دانشگاه بودم، پس بنابراین ثبات دارم، اگر نه من نه تو ایران استاد دانشگاه میکردم و نه تو امریکا، ولی شعور ندارم. گفتم دکتر جون این حرفا نزن، شعور ندارم چی؟ گفت شعور ندارم دیگه، رفتم تو ما عکس خمینی رو دیدم، رفتم تو قرآن موی پیغمبر رو دیدم. ببینید من بچه که بودم، حتما شما یادتون میاد، شاید هم مثلا شما سنتون به اون حد نباشه، ولی من که بچه بودم هر وقت آب میخوردیم میگفتیم یا ابا عبدالله حسین لعنت بیدی. آخه چرا بدینم؟ ابا عبدالله حسین یعنی حسین ابن علی، یعنی پسر علی. آقا این حسن و حسین، این دوتا برادر پسرای آقای علی ابن ابی طالب، اینها در قشون سعید ابن عاص که به مازندران حمله میکرد، اینا اومدن کلی مردم ایران در مازندران و گرگان رو کشتن. ما آب میخوریم بگیم یا نمیدونم یا ابا عبدالله حسین لعنت بر یزید. آخه چرا؟ آخه یزید چه کار بدی کرد؟ ببینید آقای ببینید حالا من این یزید و امام حسین یه توضیح کوچولو بدم. ببینید آقای محمد وقتی که مرد، وقتی داشت میمرد گفت قلم کاغذ بیارید من وصیت بنویسم. خودش همیشه گفته بود هر مسلمانی باید حتما وصیت‌نامه نوشته باشه، ولی خودش ننوشته بود. داشت میمرد گفت قلم کاغذ بیارید من وصیت‌نامه بنویسم. عمر که بالا سر این مریض بود و همه جمع بودن گفت هازال رجل مهجور، یعنی این یک مرد مهجوریه. مهجور در زبان عربی دو تا معنی میده، یکی دیوانه، یکی کسی که داره میره، یعنی داره میره. حالا منظور عمر حتما همین بوده که این هازار در جمعه، یعنی کسی که داره میمیره و شاید هم داره ازیو میگه، یعنی اونایی که بعضی وقتا اونایی که نزدیک مرگشون چند لحظه قبلش حرفایی کتروپترهی میزنن. برحال آقای محمد هم که به هوش بود و بود، وقتی دیگه عمر میگه نیارید قلم کاغذ هازار رجل مهجور، اونم دیگه نگو قلم کاغذ بیارید. بعد مرد جمع شدن اومدن با بحث‌های بسیار زیاد ابوبکر انتخاب کردن. حالا دلیلش این که ابوبکر تنها مردی بود که با آقای محمد از مکه فرار کرده بود، این یکی. دو اینکه هر وقت آقای محمد مریض میشد نمیتونست بره نماز بخونه، میگفت آقای ابوبکر به جاش میرفت نماز میخون، این دوتا. سوم اینکه یک مرد جافتاده بود، احترام شمه داشتن، این قبول کردن به عنوان خلیفه. بعد که اون مرد عمر خلیفه شد، بعد که اون مرد عثمان خلیفه شد، بعد که عثمان خلیفه شد کشتن عثمان رو، عمر و عثمان هر دو رو کشتن. یعنی از چهار تا خلیفه فقط ابوبکر به مرگ طبیعی مرد، وگرنه عمر رو یه ایرانی کشت، عثمان رو یه عده جمع شدن دست جمعی کشتنش، علی رو هم یه نفر کشتش. حالا علی وقتی که زنده بود، هنوز کشته نشده بود، زنده بود، با معاویه در جنگ بود، برای که آقای علی به معاویه که حاکم شام بود، از طرف عثمان حاکم شام شده بود، آقای علی بهش نامه نوشت. آقای معاویه همونطوری که بعد از رحلت پیغمبر این نامش هست توی نهج البلاغه، یه بخشی از نامه های حضرت علی، من خودم خوندم، به فارسی ترجمهش خوندم. آقای علی به آقای معاویه می نویسه که آقای معاویه همونطوری که وقتی که
ابوبکر و عمر و عثمان مردن، مردم بزرگان جمع شدن جانشین تعیین کردن و حالا من جانشین تعیین کردم. همونطوری که وقتی که اونا جانشین تعیین کردن همه از اونا اطاعت کردن، حالا هم که من جانشین کردن تو باید هم اطاعت کنی. ولی عثمان، ولی معاویه اطاعت نکرد، جنگ شد. حالا طولانی است که بخوام وارد قضیه بشم، خیلی چیز میشه دیگه. برای جنگ ها بی نتیجه موند، یعنی هیچ کدوم از طرفین فتح کلی نکردن و جنگ توقف پیدا کرد. مردم اونا رو چقدر هم دیگر میکشن دیگه، توقف پیدا. بعد معاویه اونجا در شام خودش ادعای حاکمیت میکرد، علی هم که جانشین خلیفه بود دیگه، علی هم به طور طبیعی انتخابش کرد، اونم خودش خودش انتخاب کرد. بعد که آقای علی کشته شد، خب طبیعی است که خلافت علی بر حسب اون چیز اونا به آقا پسرش حسن میرسید که ما میگیم بهش امام حسن. آقای معاویه نفر فرستاد به آقای امام حسن، گفت آقای امام حسن این حقی که به تو رسیده من میخرم ازت، یعنی این حقی که پدر به تو از علی به تو ارث رسیده من ازت میخرم. من رقمشو نمیدونم، حالا فرق میکنیم، مثلا گفت من 5 میلیون دلار میخرم، 5 میلیون دلار بهت میدم، خراج فلان چند تا شهر هم هر سال مال تو، یعنی سالی مثلا 1 میلیون دلار هم از اونجا بهت میرسه. آقای سلام گفت باشه، امضا کرد، گفت آقا باشه من هرچی که به حقم میرسید به تو میدم، تو اینا رو بدم. رفت نشست خوش بود، هی زن میگرفت، هی خوش گذرونی میکرد، همه کار میکرد، تا آقای حسن هم فوت شد، آقای حسین جانشینی شد. اولا که آقای حسن تو فوت شد باید پسرش میشد، نه برادرش. حسن یه دونه برادر نداشت که خیلی برادر داشت. حسین اومد گفت من جانشین هم، حالا همه قبول کرد. بعد اومد به آقای یزید، حالا معاویه مرده، پسرش یزید خلیفه شده. معاویه هم در زمان حیاتش، یعنی قبل از اینکه بمیره، همه مردم رو جمع کرد برای یزید بیعت کردن، همه بزرگان قوم جمع شدن بیعت کردن، اون تو مردی ما یزید رو قبول داریم. خب یزید پس بنابراین اون خلیفه بود دیگه. حالا آقای امام حسین، آقای حسین با 70 نفر که عده آشپزخونه لشکر یزید بیشتر از 70 نفر بود، یعنی اونایی که توی آشپزخونه پیاز پوست میکندن و غذا میپختن و نون میخوردن، عدهشون از 70 نفر بیشتر بود. این با 70 نفر رفته به جنگ، میگه من خلیفه ام، اومدم جنگ کنم مقامت رو بگیرم. بعد این کسی است که اومده نیاکان ما رو توی مازندران و گرگان کشته. آخه من چرا به این میگیم یا ابا عبدالله، یا مثلا فرض کنیم که سلام بر حسین، که چی بشه؟ ببینید شما همین نمازی که میخونیم، قبل از اینکه به نماز بردارم، ببینید یک شیشه تا وقتی که پر ماست است، شما تو شکر نمیتونید بریزید، جا نمیشه، برای که پر ماست. اگه بخواید این شیشه رو پر از شکر کنید، باید اول ماست ها رو خالی کنیم، بعد به جا شکر بریزید. خب ما این باورهای خرافی رو باید اول مخمون خالی کنیم، بعد باورهای صحیح بریدیم تا روحیمون عوض بشه. اون اعتیاد، اون مردم معتاد، اون روستا نمیتونه از روستای خودشون دفاع کنن، باید اول کاری که میکنن اون اعتیادشون رو بذارن کنار. اول کار اون مواد زدن، تریاک، شیره، حالا هرچی میکشن، هرچی استفاده میکنن، اون رو باید ترک کنن. اون کار سخته، آسون نیست، باید ترک کنیم. من همیشه میدونم که وقتی میگیم مثلا خدا حافظ، خدا حافظ اون نمیشه. اگه بنا بود خدا حافظ بشه، خب مثلا خب کسی نمیمرد. اگه بنا بود که مثلا فرض کنیم که 7-8 سال پیش یه سونامی اومد، نزدیک 500,000 نفر کشته شدن توی اطراف اقیانوس هند. پس بنابراین کسی خدا کسی رو نگه نمیداره، میگیم خدا حافظه، خدای خودم به تو سپردم. خب سپردی من حالا این حرف رو میزنم. من یه دفعه برای شما گفتم، من وقتی که دیپلوما میگرفتم، پدرم کارمند دولت بود با یه حقوق محدود و 7 فرزند داشت با خودش و مادره، من میشده 9 نفر، یعنی باید 9 نفر را خرجی میداد. خب حالا من دیپلم شدم، من فرزند اولم بودم. من حساب کردم اگه من برای یه دانشکده خوبی در تهران قبول بشم،
حساب کردم کرای اتاق و نمیدونم قضا و رفت و آمد و فلان اینا، پدرم اول نصف حقوقش به من بده، خرج دانشگاه هم هست. پس تصمیم گرفتم که نه نرم دیگه، گفتم بی خودی من عملی نیست که من به پدرم بگم نصف حقوق دو بده، من بچه های دیگه چیکار کنم. بعد رفتم معلم شدم. بعد رفتیم دبیر شدیم. در اون زمان یک عده بودن که دیپلومه بودن، مثلا یه ذره سوادشون بهتر بود، اجازه میدادن بیان دبیرستان درس بدن. وقتی تو دفتر که میشستیم، اونایی که دبیرایی که لیسانسیه بودن اونور میشستن، دبیرایی که دیپلومه بودن اینور میشستن. همش ما احساس حقارت میکردیم که چرا اونها چای اول برای اونها میبردن بعدا برای ما میبردن. همینطور برحال یک دونه امتحان گذاشتن، گفتن که هر کی که دیپلمه در دبیرستان درس میده بیاد در دانشگاه عالی امتحان بده در یک کنکوری، اگه قبول شد میتونه بیاد دانشگاه عالی شبا، بره دانشگاه عالی شبانه درس بکنه، روزا درس بده در تهران، بعد لیسانسیه بشه. ما رفتیم کنکور امتحان دادیم، مثلا از اون شهری که ما بودیم شاید مثلا فرض کنید که 7-8 نفر این شرایطی داشتن، همه که نمیتونن این امتحان بده، باید دبیر، باید دیپلمه میبودن در دبیرستان درس داده بودن تا میتونستن این کنکور شرکت بکنن. و ضمن همین که بهتون میگم که دیپلمه میبودن و در دبیرستان درس میدادن، پس بنابراین باید سواد بیشتری داشته باشن دیگه. یعنی وقتی شما در دبیرستان درس میدی مجبور بری بیشتر مطالعه کنی که تا بتونی سر کلاس درس بدی یاد بدی دیگه. اینی که رقیبان قدری بودن، یعنی بعد به هر حال ما رفتیم از اون شهری که بودیم، شهر سبزوار، رفتیم مثلا یه دو امتحان دادم دیگه، مثلا فرض کنیم که فرما 10 نفری امتحان دادیم. بعد به حسب تصادف یه در ما از این عده رفتیم مشهد، رفتیم توی حرم امام رضا، دیدم یکی مسئله رو جدی گرفته داره گریه میکنه که ای امام رضا من قبول کن. گفتم صداش کردم، گفتم مرد حسابی امام رضا چجوری تو رو قبول کنه؟ یعنی بره تو برقه تو تقلب کنه، بره اونجا برقه از در بیاره توش بنویسه چند تا مسئله که تو حل نکردی اون برات حل کنه، یا چند تا تست که سوال جواب غلط دادی غلطا رو خط بزنه درست بنویسه، یا امام رضا بره اونی که قبول شده اسمش خط بزنه اون بالا بیاره پایین اسم تو رو بره اون بالا بنویسه. آخه تو چه اینجوری امام رضا من قبول کنه؟ امام رضا مرده خاک شده، چی تو رو قبول کنه؟ گفت نه امام رضا اله بله بله فلانه. گفتم نه هیچ کار نمیتونه بکنه، گوه اگه راست میگه فوش بده. من فوش شدم، باور کنی که تا من فوش شدم اون همه فرار کردن، گفتن الان سنگ میشیم، همه سنگ میشیم، در حالی که برای من مسلم بود بابا این امام رضا خاک شده اون زیر. امام رضا خودش نتونست، خودش نفهمید این چیزی که میخوره سمیه میمیره، خورد و مرد، حالا میخواد ما رو شفا بده. حالا برای قبل از اینکه برم نماز بگم نماز چیه، در برای نماز صحبت کنم، از آقای سیمون، یه دوستی دارم آقای سیمون مگردمیان، ایشون دوست ارمنی منه، خیلی آدم خوب و خوشلوقیه، گاهی وقتا تیکه های جالبی برای من میفرسته، گاهی وقتا یه چیزایی میفرسته من نمیتونم، نمیدونم مثلا اگه ایمیل باز نمیشه یا مثلا یه سری ایمیل میذاره سرکی سایسیان اینا، من نمیدونم واقعا بازش نمیتونم بکنم، نمیتونم بکنم، ولی بعد وقتا مطلب میفرستم. حالا مطلبی که برسادن من میخونم براتون. اولین مقام رهبری ضد انقلاب بود، منتظری. اولین امام جمعه ایران حامی منافقین بود، طالقانی. اولین معلم انقلاب که التقاطی بود، شریعتی. اولین نخست مملکت، اولین نخست وزیر مملکت جاسوس امریکا بود، بازرگان. اولین رئیس جمهور مملکت هم که جاسوس منافقین بود، بنی صدر. نخست وزیر 8 ساله جنگ که اصل فتنه است، موسوی. 8 سال رئیس جمهور اصلاحات که حامی فتنه است، خاتمی. رئیس جمهور 8 سال سازندگی، رئیس تشخیص مصلحت نظام که فتنه ساکت است، یعنی رفسنجانی. این 8 سال آخری هم که جریان انحرافی از کار در اومد، این
8 سال آخری هم که جریان انحرافی از کار در اومد، احمدی نژاد رئیس دو دوره مجلس هم که فتنه‌گر و عامل استکبار از کار در اومد، کروبی. سوال اینجاست، این انقلابی که نباید بگذاریم دست نااهلان بیفته اساساً چه موقعی دست اهلش بوده که ما نگهش داریم؟ واقعا این انقلاب که از اول همه مقاماتش، همه مثلا همه خود معظمی، خود آقای منتظری، آقای منتظری ولایت عهد بود، همه کاره بود، جانشین آقای خمینی بود، گفتن آقا بده و ممنوع شد و مخضوب شد و خانه نشین شد و زندانی شد و دقیقا ما خورجین شخصی را دزدیدن، مردمان بگفتن سوره یاسین بخوان که آن مال پیدا شود، مال باخته بگفت کل قرآن به یک جا درون خورجینم بود. البته این از عبید زاکانی نوشتم. ببینید عبید زاکانی اولین یعنی یکی از تنظیمیسان مشهور ایرانیه، توی شعراش و نصبش و همه چیز به صلاح مطالعه میگه، اینم مسخره کرده دیگه. آخ یاسین بخوان مال پیدا میشه یعنی چی؟ اگه من ها بود یاسین بخونم مال پیدا بشه، پس اصلا هیچ دوزی پیدا نمیشه، تو همه میفهمیدن یاسین بخونم مالشون پیدا میشه، پس یاسین بخونم دونی که من همیشه از بچگی میگفتم مثلا فرض کنی که یه مالی دوزی شده، یارو آینه بینی بیاریم، آینه بین تو آینه نگاه میکنه بگه، میگم این آینه بین اگه میتونست اینا رو بگه سازمان CIA امریکا یا کاگبه انگلیس شوروی میادن این میگرفتن میبردن مشکلاتشون از این میبردن دیگه، که اونا نمیدونن چی به چیه، واسه جنگ میکنن نمیدونن آقا قوای دشمن اینجا زیاده یا کمه، آینه بینه میمونه بگم اینجا مثلا 80 تا تانک دارن. این آخریش از همه جالب تره، اینجا دیاریست که برخی هر روز ایده های بهشتی میفروشن اما خودشان سوار ماشین های ضد گلوله میشوند و بهترین بیمارستان های دنیا میروند تا ورودشان به بهشت را تا حد ممکن به تعویق میاندازند و مردم ساده دل را برای مداوا به امامزاده ها میفرستند. واقعا راست میگم. ببینید این مقام تولیت آستان رضوی، تولیت آستان رضوی، دزد آدم های احمق، دزدی که از آدم های احمق می دزده. واقعا ببینید حالا مثلا شاید حالا من خودم مثلا پول انداختم تو، من خودم میگم احمق بگرد نگم، آخه من که میرم پول میندازم تو اون حرم برای چی میندازم؟ به چه منظور میندازم؟ آیا این پول من میگیرم به مردم غذا میدن؟ نه، آشپزخونه دارن، بلیتشی میفروشن. اگه مثلا فرض کنیم که توی چلو کباب یا چلو کباب میخورید شما 8 دلار میدید، اونجا بلیت چلو قیمه میفروشن 15 دلار. شما میرید بلیتی میخرید میرید غذا میخورید، پس پول میدید اون تو برای چی؟ مگه امام رضا بیاد این پولا رو برمی‌داره میذاره توش بهش میره دختر بازی، میره بستنی میخوره، میره مثلا گردش، میره کنار دریا؟ آخه اون که مرده که، اون که از این پولا استفاده نمیکنه. این پولا رو اونایی که اونجا کار میکنن میان همه رو جمع میکنن میرن توی اتاق میشن همه رو میشمونن، هر کی سهم خودش رو برمی‌داره. حالا من اون پول میدم، من ساده نیستم، من نمیدونم، شما بگید لغت بدی به کار نبرید، بگید من چی هستم که پول میدونم اون تو. حالا یه آقای بود به نام واعظ طبسی، قبلا تولیت اونجا بود برای چندین سال، برای 30 سال همه اختیارات دستش بود، آقای خمینی بودش بود. خب این آقای واعظ طبسی کارش چیه؟ کارش اینه که همه باقایی که به موقوف است، دهات، خونه ها، کارمسرها، پول همه پول کنجا میفته، همه رو جمع میکنه سهمیشی مفصل برای آقای رهبر، رهبر اون سهم میذاره توی جیبش، از اینه که بعد بخشش میکنه از اون پولا میده، سهمیش هم خرج اونجا میکنه، سهم کلدن گندش هم خودش برمیداره. حالا آقای واعظ طبسی که مریض شد رفتن لندن، یک طبقه یه هتلی رو اجاره کردن که این آقای واعظ طبسی و
خانوادهش و دوستانش و پرستارش و دکترش، دکترش از اینجا بره و بعد یارانش اونجا باشن و برن توی بیمارستان اونجا معالجه بشن. آخه آقای وارثی خاک بر سر، چرا به مردم نمیگه آقای امام رضا کفا نمیده؟ چرا خودت همش میری لندن معالجه میکنی؟ بلکه میدونی این شفا نمیده. خب این چرا به مردم نمیگی؟ بلکه به مردم میگه نونش آجر میشه دیگه. اما به همه مردم بگیم که آقا امام حسین اومد تو ایران حداقل مثلا 1000 نفر ایرانی رو کشت، خب دیگه کسی نمیاد پول بده برای اون آخوندهایی که روزه میخونن. که به آخونده گفتن آقا مگه در اسلام نگفته اگه به تن خودمون ضرر بزنیم گناه داره؟ گفت چرا گناه داره؟ گفت پس چرا قمه میزنن شما هیچی نمیگیم؟ Sorry, I am in the show, I call you later. بله. گفت پس اگر قمه زدن به بدن ضرر میزنه، شما گفت اگر شما میگید به بدن ضرر بزنیم گناه داره، خب اینکه قمه میزنه که به زدن به بدن خودش ضرر میزنه، که اینجاشو پاره میکنه، هزار جور ممکنه مرض بگیره، زخمی میشه، میره همون، ممکنه چرک کنه، ممکنه فلان بشه، ممکنه این قمه میخوره به کله این، کله یکی دیگه هم بخوره خونهاشون، ایدز بگیره، هزار چیز دیگه اتفاق بیفته. چرا شما نمیگید این کار؟ گو میخوای منو با سید شهدا در میاندازی؟ بابا من میگم اگه قمه زدن گناه داره چون نمیگی؟ میگه میخوای منو با سید شهدا در میاندازی؟ خب داشتم میگفتم نماز. ببینید ما نماز که میخونیم از اول چیکار میکنیم؟ از اول توی قبل از نماز یه جا میگیم اشهد ان علی و ولی الله. این بزرگترین کفریست که ما میگیم اگر خدا رو قبول داریم، اگر محمد رو قبول داریم، اگر قرآن رو قبول داریم. این بزرگترین کفرست که میگیم، چون هیچ کدوم از نه محمد میگفت اشهد ان علی و ولی الله، نه باشه نمیگفت اشهد ان علی و ولی الله، درست گفتم؟ و نه طبیعی است که نه ابوبکر میگفت، نه عمر میگفت، نه عثمان میگفت، خود علی هم نمیگفت. آدم خر باید بشه بگه شهادت میدم که علی بزرگتر خداست، نمیگه که علی کی، هم حرفی نمیزد که. اینا شاه اسماعیل صفوی در آورد با خنجر، با وگنگی میکنم تو شکمش. خب اون خنجره که دیگه نیست که، چرا میگی؟ پس حالا نماز، این نماز کی با کی حرف میزنه؟ محمد با ما حرف میزنه، ما با محمد حرف میزنیم، محمد با خدا حرف میزنه، خدا با محمد حرف میزنه، خدا با ما حرف میزنه، ما با کی حرف میزنیم؟ ما میگیم الحمدلله رب العالمین، پس ما این که به خدا میگیم شکر میکنم خدای دو عالم را، پس ما داریم با خدا حرف میزنیم الحمدلله رب العالمین. پس میگیم یاک نعبد و یاک نستعین، به درستی که به تو عبادت میکنیم، به درستی که از تو یاری میخواییم. دروغ میگیم. پس چه میگه امام رضا زیارت میکنیم؟ پس چه امام رضا اون پنجره رو میگیری بچه رو شما پس چه دروغ میگی؟ یا که نعبدو تو به خدا دروغ میگی. تو اگر مسلمان هستی، تو اگر محمد قبول داری، اگر قرآن قبول داری، تو داری به خدا دروغ میگی. تو میگی ایاک نعبدو، من به تو عبادت میکنم، در حالی که هیچ وقت این به این فکر همش هر اتفاق برات میفته یا حسین یا علی یا زهرا یا زینب یا سکینه یا رقیه یا نمیدونم قمیشه یا هر چی، هیچ وقت نمیگی یا الله یا خدا. یه نفر داره میره دست علی به همراهه. خب دست علی یعنی چی دست علی به همراهه؟ آخه مگه علی دستاشو با خودش چال نکردن؟ مگه اون دستا مثل دستای بقیه الان خاک نشد، دمون نشده بعد از 1300-400 سال؟ دست علی به همراهه یعنی چی؟ یه نفر بعضی صحبت میکنه مثلا آقا حالا چطوری چطور این کار مون؟ یا علی بگیرم کنم یا علی چی آقا؟ من دارم با تو راجع به یه بیزنس صحبت نام دارم دارم یا علی؟ بعد به خدا میگیم که ما
را به راه راست هدایت کن، راهی که به انعمت علیهم نشون داری، نه راهی که به مغضوب علیهم نشون داری. ببینید راهی که به انعمت علیهم نشون داری، ما نمیگیم راه درست کاران نشون بده، ما نمیگیم راه مثلا رستگاران به ما نشون بده، ما نمیگیم راه درست را به ما نشون بده، میگیم راهی که به اونایی که نعمت دادی نشون بده، راهی که به اونایی که خطاب دادی اون راه نشون نده. یعنی خدا مربوب رو که میان پلوش دو گروه هم، یه سر نعمت میده یه سر قذب میکنه. مثلا میان اینجا مثل خلقالی میکنه اینو بکشید اینو زنده میکنه اینو بکشید اینو. خدا هم نگاه میکنم نعمت انمت علیه یکی دیگه مغضوب علیه مغضوب علیه. خب این حرف هایی که با خدا زدیم یه دفعه وسط میگیم قول هو الله احد، بگو خدا یکیست. حالا این چی میگه؟ خدا به ما میگه بگو خدا یکی، ما به خدا میگیم بگو خدا یکی، ما به محمد میگیم، ما به کی میگیم قول هو الله احد؟ قول هو الله احد. آخه این حرفای بی‌معنی چه فایده داره؟ چی اینا؟ حالا همه اینا رو میگیم که چی؟ بریم بهش. درست؟ من ببخشید این چیز من این دستگاه من قراره که آقای سمت سخاوتی بیاد درست کنه ولی هنوز فعلا درست نشده. این دستگاه رو که از یه دوربین میرم رو اون دوربین یک لحظه ای تأخیر میفته. حالا اصلا اهل ریموت رفت یه ریموت کوچولویی داره، با این ریموت باید از این دوربین ببینید. من یه دوربین رو روبره که من نشون میده، یه دوربین اینجاست که این سفر نشون میده، این که من تکونش میدم. این ببینید این من نمیتونم رو به شما کنم اینجا. الان من یک تو داشتم این تو عکس این تو معلوم شده، درسته من دارم میبینم ولی شما که نمیبینید. ولی که من شما ببینید باید این ریموت رو فشار بدم که از دوربین یک بره رو دوربین دو که اینو نشون بده، چون بینش یه فاصله میفته. البته آقای سخاوتی قول داده که بیاد برای من درست کنه، دستگاهش هم خریدم، یه دستگاه سویچی دستی ریموتی نیستش. فاصله ایم نیفتاد. ببینید اینجا بهشته، این همه صبح تا شب پا میشید 17 دفعه پایینتون رو هوا میکنید بالاتون رو هوا میکنید این وقتی میگین اینطوری میشید برید بهش اینجا اینطوری آب بخورید. ببینید این یک کسیست دلا شده، یه بانوی من دلا شده، این از این جوی آب در جو بازشته آب میخوره بهش. شما اینطوری آب اونجا شیر جوی آب، جوی شیر محمد گفته جوی شیر، بعد خودشم تا گفته جوی شیره یادش افتاده شیر خراب میشه، گفته جوی شیری هست که این شیر خراب نمیشه، بعد جوی شرابه، بعد جوی عسله. آقای محمد اگه ما الان بگیم مثلا عسل رو توی مثلا فرض کنیم که شیشه میارن، حالا شاید اون موقع شیشه نبود، عسل اقلا توی کاسه که میاوردن، که توی جوی که نمیذاشتن، که اون موقع شیر پاستوریزه نبود که مثلا بگیم که این شیرا توی مثلا بطریه میذاریم توی یخچال. مشک بود که بگو مشکای شیر هستش، نگه جویست که توی شیره، مشکای شرابه، نگو خمره های شرابه. آخه شراب میذارن تو جو، اونم اینطوری دلاشیم تو بهشتم که لباس مباسم که نداریم که. تصور کنید یه نفر اومده اینطوری آب میخوره تو بهشت یا شراب میخوره. آخه ببینید اونی که نماز میخونه، آخه بگید اون که بگید خاک بر آدم بعد حرف بد نمیدن، خاک بر سر من که به خاطر سکس و شراب این همه دلاراست میشن. بله این همون جایی که گفتم سیاه میشه. آخه خاک بر سر من کنن که من تو این دنیا نمیتونم سکس و شراب گیر بیارم، باید برم اون دنیا. 70 توری که هر کدوم 7 متر قدشونه، آخه من چینجوری با 7 متری چکار کنم؟ 70 تا رو چکار کنم؟ آخه اون پادشاهی هم که 7 حرم تا را داشتن 70 تا زن داشتن، اونا سراغ همه زناشون که نمیرفتن که.
زناشون یا با هم دیگه برمی رفتن یا با همون خواجه هایی که بعدیشون خواجه هم نبودن، به دروغ می آوردن یک خدمتکاری بود این خواجه هست. ببینید من برگردم به بحث اولم، اگه ما یه روست مردمان یه روستایی هستیم که مریضیم معتادیم همش صبح تا شب یا خماریم یا نشه‌ایم، خب نمیتونیم روستامون رو آباد کنیم، روستامون روز بروز خراب میشه. اگر هم مثلا به یک ترتیبی اومد و یه جوری شد و مثلا زمان مثلا محمد رضا شاه کالای پادشاهی اومد که مثلا 80% کاراش خوب بود حالا 20% بد بود، مجموعی 80% خوبی ها باعث شد که ایران بسیار ترقی کرد، به طوری که مثلا نمیدونم تقریبا همه کشور اروپا بدون ویزا ما قبول میکردن، شما اسکناس ایرانی رو میبردی هر جا فروشگاه تمام اروپا فروشگاه قبول میکردن، شما شب تصمیم گرفتی فردا بری مثلا آلمان، فردا صبح میرفتی پاسپورت میگرفتی بلیت میخریدی بعد از ظهرش پرواز میکردی میرفتی آلمان، ویزا همون تو آلمان بهت میدادن. بعد مردم هم خوب بود، همه کارگر هم خارج میوردیم. ببینید دیگه میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب. من توی سوئد بودم، راننده تاکسی گفتش که اوایل انقلاب بود، گفت کشور شما زمان قبل بهتر بود از حالا. گفتم کجا میدونی؟ گفت زمان قبل هر ایرانی که میومد سوئد یکی دو هفته که میمون میرفت، حالا هر ایرانی که میاد توی دیگه نمیخواد بره. پس من میفهمم اون موقعی که براتون بهتر بود که شما میامدید برمیگشید. حالا الان مردم افتادن توی یک زندانی که فرار ندارن، اگه بیان بیرون هم نمیخوا برگردن، منطقه نمیتونن بیان بیرون، زندانی شدن اون تو. زمان اونجا اینطوری نبود، زمان انتخاب هر کم میتونست بره، منطقه به علت همون اعتیادی که مردم داشتیم و شاهمونم داشت و ما هم داشتیم، به علت همون اعتیاد نتونستیم ترقی را ادامه بدیم، تلپی افتادیم زمین، خودمون افتادیم زمین، دیگران هم میخواستن ما رو بندازن. طبیعی است که کارتر، همین آقای شجاع‌الدین شفا، یک کتابی خیلی کتابای خیلی خوبی دارن، هر کس کتابایشون بخونه، هر کس بتونه باید بخونه، من حقیقتش همه کتابایشون نخوندم، ولی یک کتاب کلوفتی دارن اینقدر جنایت و مکافات، اسمش از اون کتاب نویسنده روسی که کتاب دارم به نام جنایت و مکافات از اون گذاشتم، و این کتاب منظورش اینه که ما ایرانی ها جنایت کردیم و مکافات داریم میبینیم، و در یک جایش میگه من اگه بگید ببین صفحش رو بگو فلان چه بگو یادم نیست، ولی میدونم که هستشون تو خوندم و خب خیلی راحت میشه دیگه، آخر کتاب یک صفحه داره که مثلا نوشته مثلا فرض کنید که جان اف کندی، نوشته جان اف کندی صفحه 50 صفحه فلان صفحه فلان، برداری پیدا کنی پیدا میکنی کدوم دیگه. جان اف کندی بهش یه گزارشی درباره ایران میدن، این گزارش رو میخونی، زیرش مینویسه که من برم این سفر برگردم حساب این بچه قزاق رو میرسم. منظورش چیه؟ یعنی یه کار میکنم که چاه بیفته، یعنی از زمان کندی، یعنی از همون زمانی که واقعی 15 خرداد رویداد 15 خرداد 1342 آقای خمینی بر علیه شاه سخنرانی های خیلی بد کرد، شاه هم حرفای خیلی بدی زد به اینا، گفت آخونده ها شپشن، شپش هایی که آفتاب دیدن حال برکت در افتادن، از این صحبت ها مثل کتافت توی کتافت خودشون دارن میچرخن، برای طرفین به هم خیلی بد گفتن، برای آقای خمینی زندانی شد. ببینید اگر شاه باورهای هخامنشی رو داشت، باورهای هخامنشی رو گفت آبادسازی، داد یعنی عدالت، شادزیستی یعنی گریه نکن تو سرت نزن، زنجیر زنی سینه زنی نکن، این کار بدیه، شادزیستی کن، بعد دهشمندی کن، بخشش کن، بعد جنگ با بدی ها، این شاه این جنگ و بدی ها رو بلد نبود. آقا این خمینی که میخواد تو رو بندازه این نیروهای اهریمنیه، این رو باید بکشی، بخشی از زندگی جنگ با. ببینید در
در اسلام سوره ابراهیم آیه 4، ببینید من خیلی آیه اینا بلدم، نمیخوام قاطی کنیم، نمیخوام بگم که ذهن شما شلوغ پلوغ بشه، یه چیز ساده ای میگم که تو ذهن زده شده. سوره ابراهیم آیه 4، آیه 4 ابراهیم مثل همه آیه های قرآن دو سه تیکه ای داره که از اون به هم مربوط نیستن و هم چسبونده. یعنی قرآن یک کتاب مهملیه، اصلا کتاب ادبی نیست. سوره 4 دو قسمت داره. قسمت اولش میگه که من، یعنی خدا، من برای هر قومی پیغمبری بجز از خود آن قوم و به زبان همون قوم نمیفرستم. یعنی محمد برای مکه، یه جای دیگه میگه برای ام القرا و اطرافش میگه، چند تا آیت مطلع نمیخوام بگم همه قاطی بشه، یکی این میگه من برای هیچ قومی پیغمبری نفرستادم مگر از خود آن قوم به زبان آن قوم. یعنی این آقای محمد فقط پیغمبر همون جزیرات العرب بوده، یعنی همون نجد و یثرب و نمیدونم یعنی مدینه و مکه و حجاز اونجا بوده، حتی پیغمبر مصر نبوده چون مصر عرب زبان نبودن، حتی پیغمبر سوریه و لبنان هم نبوده، حتی پیغمبر مثلا الجزایر و لیبی هم نبوده، فقط پیغمبر همون منطقه بوده چون اون زمان فقط اون منطقه عربی هم میزدن، لبنانی ها فنیقی هم میزدن، مصری ها قبطی هم میزدن، الجزایری ها نمیدونم چه زبانی هم میزدن، بربری شاید هم میزدن، منظورم اون بربری نیست، یه قوم بربر بودن. خب پس بنابراین برای اون هاست که این همه گفتم آیه ابراهیم، ببخشید سوره ابراهیم آیه 4 یه قسمت اولش میگه من برای هیچ قومی پیغمبری نفرستادم مگر از همان قوم و به زبان همون قوم. من سه دفعه تکرار کردم که یاد تو بمونه بگید برای اونای دیگه. ببینید خانم آقایین، با یه نفر، پنج نفر، ده نفر که درست نمیشه که، هر کدوم شما باید به هزاران نفر بگی و از اونا بخواید که به دیگران بگن. بعد همین آیه ابراهیم، باز میگم آیه سوره ابراهیم آیه 4 دو قسمت داره، قسمت چه گفتم، قسمت دومش میگه که خداوند هر که را بخواهد هدایت میکند، هر که را که نخواهد هدایت نمیکند. یعنی من کشکم، اگه بخواد من هدایت میکنه، اگه نخواد هدایت نمیکنه. تو قرآن که هر روز هفته میگیم ما را به راهی که نعمت دادی بفرست، به راهی که بایشون غضب کردی نفرست. آقا در باورهای اخامنشی میگن که هر انسانی وظیفه داره که با اهریمن بجنگه، با بدیها بجنگه. آقا نمیگه تو من هر که تو رو بخوام به راه راست، اگه ما منتظریم که خداوند بیاد ما رو به راه راست هدایت کنه، خداوند ما رو نگه داره، دست علی ما رو نگه داره، پس ما بی عرضه این کار نباید بکنیم که. اما به ما میگن در اون باورها، ببینید فکر نکنید من دارم یه دینی رو تجربه کنم، هیچ کس از جانب خدا نیومده، هیچ کس. آقای نادر آزادراه دوستم که تلفنی با هم دوست هستیم گفت هر کس که اومد گفت من با خدا حرف زدم، گوش بده، رفته نشسته گفته خدایا چلان کن، خدایا خوب. اما هر کس گفت خدا با من حرف زده، دیوونه است، ببرید تیمارستان. خود توجه کردی چی رو؟ هر کی گفت من با خدا حرف زدم، خب دعا کرده دیگه، دلش خوش بوده. هر کی گفت خدا با من حرف زده، دیوونه است، با اینکه خدا با کسی حرف نمیزنه. الان شما تو دلتون میگید پس خدا وجود نداره، پس تو منکر آفریدگاری. خانم آقای، اگر آفریدگاری باشه که این میلیارد کهکشان رو درست کرده، تو هر کهکشانی میلیارد خورشید گذاشته، خورشید ما کره زمین مثل دانه خشخاشیم در مقابل خورشید، ما آدم ها رو اون فسقلی فسقلی راری میریم، ای خدا اگر اون آفریدگار عظیم بخواد به من یه چیزی بگه، خب خودش میگه، اصلا نمیخواد بیاد بگه ای پرویزی مینوی فلان کن، اصلا توی ذهن من یک کار میکنه، من خود به خود اون کار میکنم. ببینید بچه که به دنیا میاد، خ...
خود به خود به مادره میگه بچه تو بگی شیر بده مواده باش، به بچه هم خود به خود میگه که این مادرته دنبال این بگر. حتی تو حیوانات بچه که به دنیا میاد دنبال مادرش میدوه، توی گله گاوهای وحشی یه بچه که به دنیا میاد بچه دنبال مادرش میدوه، بلکه بهش تو کلش گذاشتن که این دوری دنبال این مادره بودو و بعد هم برو شیر بخور ازش، مادرم های نیست به این شیر میده. کی به اینا یاد داده؟ توی کلشون گذاشتن، اون آفریدگار به اینا اینجوری قانون برشون گذاشته. اگه میخواست من مثلا نماز بخونم که خب یک کاری میکرد که من اوتوماتیکی سر ساعتی میشد برم نماز بخونم، نمیتونه این نمیخوندم نمیشد. آخه به عقل شما جور در میاد که برای منی که امروز اینجا زندگی میکنم، منی که ایرانی هستم، نمیخوام بگم ایرانی و برترن ها سوال فرق داره، ما ایرانیم اونا عراقی هم، اونا آدم های خوبی هم، ما آدم های خوبیم، ولی ما عراقی نیستیم، عراقی هم ایرانی نیستن. من اگه میخواستم یه اون آفریدگار به من یه چیزی رو بگه، میامد به محمد یک عربی میگفت 1400 سال پیش کتاب نیستم سر تا پاش خنددار و مسخره و دیار من شما هم میگید سر تا پا مسخره، چی مثلا مسخره؟ حالا من براتون میگم یک نمونش، سوره کهف تو قرآن میدونی آل کهف یا زن آل کهف، کهف نفر رفتن توی قاری سگشون هم اونجا بود 400 سال 500 سال زنده بودن، تو اونجا میگه که اینا که زنده بودن خدا میامد این ور اونورشون بابا آدم خواب باشه خب تو خواب خودش این ور اونور میشه، لازم نیست که بیاد مگه ما میخوابیم شب تا صبح، مگه یک کسی میاد باره این ور اونور میکنه؟ خب ما خودم یه داره اینطوری میخوابیم یه داره اینطوری میخوابیم. تو قرآن میشه خدا میامد اینا رو این ور اونور میکرد. بعد یه چیز نوشته که رفتن دنبال خورشید، سوره کهف آیه 85 تا 90 چون تنکند تاست دیگه، رفتن دنبال خورشید ببینن کجا غروب میکنه، دیدن خورشید رفت توی چشمه ای که آبش تاریک و گلالوده. اولا تاریکی که توش گلالودی معلوم نمیشه که، شما اگه مرکب جاری باشه یک آبی باشه مثل مرکب دیگه نمیفهمید گلالودی یا نکه، این مثل مرکب تاریکه، آب تاریک و گلالودی خورشید رفت اون تو. اگر خدا به محمد این کتاب گفته اینه، خدا نمیدونست خورشید چقدیه؟ خدا نمیدونست خورشید توی چشم جا نمیشه؟ این محمد بود که نمیدونست خورشید چقدیه؟ این تمام مردم مثلا 300 سال پیش دنیا که نمیدونستن خورشید چقدیه، میگفتن هر بحث هر کس میگفتن خورشید چقدیه، میگفتن اینقدیه بچه اینقدی میدیدن اندازه توب بسکت. ببینید ما 1200 سال در زمان هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان آقایه، ببینید خانم آقای من میدونم شما که این برنامه رو دارید تماشا میکنید یه عده تو مثلا کمونیستی رو، یه عده تو مسلمونی، یه عده تو مسیحی، یه عده تو ممکنه به یه حرفایی که من میگید بخندید، ولی آخه آفتاب آمد دلیل آفتاب. آخه ما 1200 سال بر نیمی از دنیا با آقامنشی زندگی میکردیم، حکومت میکردیم، 1200 سال با بزرگواری بر نیمی از دنیا حکومت میکردیم، ما هر کی برای ما کار میکرد تخت جمشید میساخت پول میدادیم، صورتهاش هست، اونا شلاق میدادن برای آقا کار کنن. ما در بابل برده ها را آزاد کردیم، توی کتاب از کتاب تورات هست، همه جا هست، تاریخ هست، همه چی هست، این استوانه منشور کوروش اینجاست، من ترجمهش براتون میخونم دفعه دیگه. خب این یعنی این یه قصه که نیست که، این که قصه ای مثلا فرض کنیم که نمیدونم چی بگم، قصه حضرت سلیمان که نیست که بگیم حضرت سلیمان کی گفت کجا بود. خب ما گفتم ما آقای دنیا بودیم، بر نیمی از دنیا حکومت میکردیم، پول میدادیم برامون کار میکردن، اونا شلاق میزدن براشون کار میکردن، ما برده ها رو آزاد میکردیم، اونا میرفتن سرزمین ها رو میگرفتن، مردمان اون سرزمین، مردمان آزاده اون سرزمین رو برده میکردن، شلاق میزدن میگن حالا بر ما کار کن، شلاق میزدن روی این زمین کار کن، یارو میگه این زمین که مال خودمه که
گو غلط کردی مال خودت، الان مال منه. یا کار کن شلاقت میزنم یا اینکه میمیری. ما همه جهامون برای شادی و جشن و اینا بود. اونا یک بنایی دارن کلوسئوم که 50,000 نفر توش جا میگیره، هر خارجی هم میره بودی بریم اینو نگاه کنیم که چیه؟ که توش مسیحی ها رو میداختن جلوی شیرهای گرسنه. بعد دیدن که مسیحی ها که آدم های خوبی هن که میگن این ور زدی این ور هم بزن، هرچی میندازی جلوی شیر گرسنه اعتراض نمی کنن، نمیان سنگ پرد کنن، نمیدونن فلان کنن. گفتن اصلا همه مملکت مسیحی. بعد گفتن حالا پس چیکار کنیم اونجا رو تماشا کنیم؟ اون وقتا میداختم اینا رو جلوی شیرهای گرسنه، شیرها دنبال اینا میکردن، اینا فرار میکردن، جیخ میکردن، این شیرها میگرفتن اینا رو پار پار میکردن، ما حال میکردیم، ببین چی رو حال میکردن. حالا چیکار کنیم؟ گفتن خب حالا گلادیاتور درست میکنیم، برده ها رو میدیم به جونم، میگیم هم دیگر بکنید، فرکی اون یکی رو کشت زنده میمونه. ما این کارا رو نمیکردیم. چرا؟ چون باورمون بود آبادسازی، شادزیستی، دهشمندی، داد، جنگ با نیروهای بد اهریمنی. ما خدا با ما نمیگفت برو بخواب بخور بخواب، هر وقت من خواستم تو رو هدایت میکنم. و خدا میگفت تو باید بجنگی با نیروی اهریمنی، باید بجنگی. اگر ما با خمینی که نیروی اهریمنی بود اومد کشور ما رو به هم زد، اگه جنگیده بودیم که این حال زندگیمون اینطوری نمیشد که. ما در نیمی زندگیمون برتر بودیم، سرور بودیم، نیمی از تاریخمون تو سر خور شدیم. چرا اون نیمه خراب شد؟ چرا اونجوری عوض شد؟ چی شد که اونجوری شد؟ ببینید، باورهای بودا اومد. بودا رو همه تو میشناسید. با بودا یه شاهزاده هندی بود، ولیعهد بود، قصر ولیعهد زندگی میکرد، زن داشت، یه پسر داشت. یه روز زد به سرش که اگه من پسرم بمیره من چیکار کنم؟ خیلی غصه میخورم. این فکر تو مخش انقدر کار کرد کار کرد کار کرد که من اصلا باید برم ببینم که چجوری غصه رو از دنیا ببرم. زن رو بچهش ول کرد، کاخو ول کرد، رفت تو بیابون که فکر کنم این قصه رو چجوری از دنیا ببره. به این نتیجه رسید که قصه اینجوری هم بمیره که دل به چیزی نبندی. ببینید، یعنی درویشی، یعنی دل از دنیا کردن، یعنی صوفیگری. من اینا رو میگم، حالا یه سری میگن ما درویشیم، میلیونر هم میلیاردر هم میگن ما درویشیم. اگه بگی آقا $100 به من بده، نه نمیدم. فقط اسمشون درویش. یه سری ها اصلا واقعا درویشن. یعنی مثلا فرض کنیم که توی البته در زمان حاضر دیگه درویش واقعی که، ولی خیلی دو بودن مثلا میرفتن توی فرض کنیم که اطراف مکه جاهای مقدس اونجا میشستن همش عبادت میکردن، مردم بیان بهشون غذا بدن. خب این از آقای بودا. بعد مسیح اومد، مسیح گفت این ورم بزردن، این ورم بزر بزنن. اومدن پیرن تو گفتن بده، پیرن بده، کتتم بده. آخه مردی که چه همه اومده، همه پیرن کت من هم هری گرفتن، همه من زدن. زردوشت میگه اینا نیروه اهریمنی هم. اینی که میاد پیرن تو رو میگیری، یه لقب داده تو چکمش. این نیروه اهریمنیه، این نمیره خودش کار کنی، میخواد پیرن تو رو بگیره. حالا الان این سوال براتون پیش میاد که بچه‌ها کشور مسیحی ترقی کردن؟ تو که میگی، یعنی پرویز میگی، تو که میگی که دین مسیح یه دین عقب مونده است، بچه‌ها مسیحی‌ها ترقی کردن؟ براتون جواب میدم. مسیحی‌ها از وقتی که آقای ویلیام لوتر آلمانی در شهر وودنبرگ، با گاتنبرگ اشتباه نشه، در شهر وودنبرگ پاپ یک صندوقی رو فرستاده بود، یک کشیش این صندوق رو با خودش می آورد شهر به شهر می گرد. پاپ نه تنها برای آلمان فرستاده، برای همه کشورها می فرستاد، فصل به فصل صندوق می فرستاد. و اون کشیشه می گفت به من دیگه پولتون رو بدید تو این صندوق بخوره به تای صندوق، شما همه گناهاتون بخشیده میشه، بهشتی میشه.
اون لوتر خودش فکر خودش مسیحی بود، خودش فکر عجب دروغ میگه این پاپ، یه نفر این همه گناه کرده، آدم کشی کرده، هزار کار بد کرده، یه پول میندازه اون تو بهشتی میشه. اومد نامه پاپ آتیش زد، گفت اینا دروغه. یک مذهب جدیدی به وجود اومد به نام پروتستان. از وقتی که پروتستان به وجود اومد مسیحا شروع کردن به ترقی. بعد از وقتی که پروتستان به وجود اومد مسیحا شروع کردن به ترقی. ببینید خوب چشاتون رو باز کنید، تمام امریکای جنوبی کاتولیکن، یعنی اون اصلاحات رو تو دینشون ایجاد نکردن، همشون عقب موندن. ونزوئلا یک کشور نفتخیز بزرگیه، مردمش گدان و همه همینطور. یک همسایه آشناهای ما هست مکزیکیه، شادم اخراج میکنه، کارخونه داره تو مکزیک، زن بچهش اینجا میره، یه هر مثلا ماهی چند روزی اونجا میمونه میاد، میگن چرا نمیری مکزیک؟ میگه برم مکزیک بچه من هم میدوزم، میگن باید 5 میلیون بدید به آزادش کن. اما شما توی آلمان، توی انگلستان، توی فرانسه همه پروتستانن، یعنی اون بخش خرافی دین مسیح رو کندن، انداختن تو چاه، انداختن تو زباله و یک چیز جدید درست کردن. از وقتی این چیز جدید درست کردن اروپا ترقی کرد، وگرنه اروپا آدم خور بودن. خب باید حرفامو کوتاه کنم. آقای مانی اومد اونو گفت، عیسی اومد یه دهی در ایران مسیحی شد اونگه. بعد آقای مانی اومد، مانی پیغمبر ایرانی اومد گفتش که خدا برای من یه فرشته ای فرستاد، گفتش که گوشت نخور، شرابم نخور یا ننوش و با زنان نزدیکی نکن. یعنی چی؟ یعنی یه نوع درویشی دیگه، یعنی تاریک دنیا بشو. البته گفت این فقط سران دین، تو پیغمبر دین و سران دین، وگرنه بقیه مردم میتونم کنم. خب بقیه مردم وقتی همه فرد مثل کشیش ها، یعنی کشیش کاتولیک همینطوری هم دیگه، عقب موندگی همین دیگه، یعنی کشیش حق نداره مثلا زن بگیره، یا باید با هم دیگه کار کنن، یا باید راهبه رو حامله کنن، بچه ها رو بندازن تو چاه، توی توالت، یا باید پسرهای مردم رو دست بزنن دیگه، عقب موندگیه. مانی هم همین میگفت. بعد هم مزدک اومد گفت همه چی اشتراکیه. ببینید اینا هیچ کدوم با آبادسازی جور نبود، باورهای قدیمی ایرانی آبادسازی اصل مهمش بود. آبادساز، آبادساز یعنی چی؟ یعنی درخت بکار، باغ درست کن، خونه درست کن، جاده درست کن، ساختمون درست کن، آبادسازی. آقا همه چیز اشتراکیه، پس چرا من برم بی خودی زحمت بکشم؟ مثلا فرض کنیم که من یه دفعه تو برنامه بود صحبت کردم، گفتم مثلا فرض کنیم که اگه یه نفر اومد رو خط من گفت، الان میدونم مردم تیوی هم خیلی بیننده هاش کمونیستن، کمونیستی هم یه نوع ضد آبادسازیه. کدوم کشور کمونیستی برتر شد؟ میگن نخست وزیر چین یه روزی مثلا 50 سال پیش به یارانش گفت ببینی ژاپن یه کشور کوچیکی این پلوی ما، اقتصاد دوم دنیا اون زمان، اقتصاد دوم دنیا بوده، الان نیستش البته اقتصاد دوم، ولی اون زمان اقتصاد دوم دنیا، ما این همه جمعیت داریم هیچی نیستیم. پس این باورهای اوناست که اونا رو پیش برده، باورهای ماست که ما رو عقب موندی کرده. باورهای ما چیه؟ کمونیسمه، یعنی اون سوسیالیسمه، یعنی همه چیز دولتی. بعد اومدن اونا رو عوض کردن، یعنی توی کمونیسم یه پروتستان، مثل که همونطور که توی مسیحیت یه پروتستانیسم به وجود آوردن، اینا توی کمونیسم یک پروتستانیسم به وجود آوردن. چین شروع کرد به ترقی. پس ببینید مسیحیت، بودایی، مانوی، مزدکی، چهار باور مخرب اومد توی دوران ساسانی و ریشه رو خراب کرد و جوری شد که ما از عرب ها شکست خوردیم و به زور شمشیر مسلمون شدیم. آقای صوبی به من نصیحت کرد،
گاهی میخواید برنامه بیان رو برنامه بیا بگو آقا چیز سلاح داشتن خوبه یا بده، چون اگه سلاح نداشته باشیم خب آدم های درستکار بگن سلاح ممنوعه، آدم های درستکار سلاح نمیگیرن، اما اونایی که آدم کشن میرن سلاح پیدا میکنن، همونطور که توی مثلا فرانسه اصلا سلاح داشتن سلاح ممنوعه ولی یارو میره یک کشور دیگه میگیره و برمیداره اونجا میاد آدم میکشه. پس بنابراین بحث کنیم، باید بحث جالبی هم هست حتما، من یه دفعه دیگه این کار میکنم ولی نرسیدیم به این بحث دیگه. برحال سپاسگزارم از آقای پارسا سوری در اتاق فرمان که برنامه کارگردانی فنی کردن، از شما خانم و آقایونی که به این برنامه توجه کردید بسیار بسیار سپاسگزارم، دستتون رو با گرمی میفشارم. اگه با حرفای منم قبول ندارید زنگ بزنید، اون تلفن هم زیر هست، زنگ بزنید، پیغام بذارید، نامه بنویسید، هرچی، من خوشحال میشم که اشتباهاتم رو درست کنم. برای شاد و پیروز باشید.